ایران دست کم 834 تن را در سال 2023 اعدام کرد. رهبر جمهوری اسلامی با بکارگیری لحنی تکراری و قابل پیشبینی حضور پرشور مردم را در انتخابات اخیر ستود. زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 درجه در مقیاس ریشتر فنوج در سیستان و بلوچستان را به لرزه درآورد. صدیقه بسمقی اسلام پژوه و فعال سیاسی از سوی دادسرای اوین احضار شد. مجتبی پروین برادر مرتضی پروین فعال آذربایجانی زندانی در اوین حال او را وخیم اعلام کرد. قیمت دلار در بازار تهران باز هم رکورد شکست. FBI یک مأمور اطلاعات ایران را تحت تعقیب قرار داد. ارتش اسرائیل بزرگترین تونل کشف شده حماس را نابود کرد. سازمان بهداشت جهانی از مرگ کودکان به دلیل گرسنگی در غزه خبر داد. اسرائیل از گزارش سازمان ملل درباره ارتکاب جرایم جنسی توسط حماس استقبال کرد. اوکراین یک کشتی نظامی و یک انبار سوخت روسیه را هدف قرار داد. ارتش آمریکا از تداوم حملات حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داد. چین در سال جاری میلادی بودجه نظامیش را افزایش می‌دهد. در آستانه سه‌شنبه بزرگ دونالد ترامپ در دیوان عالی آمریکا برنده شد. ترکیه 7 تن را به ظن فروش اطلاعات به موساد بازداشت کرد. در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان، رضا صادقی خواننده از حضور نوازندگان زن در کنسرت‌ها دفاع کرد. و شورای شهر تهران با تردد افراد کویر در محدوده پارک دانشجو مخالفت کرد. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 5 ماه مارچ 2024 میلادی برابر است با 15 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند که ایران در سال 2023 میلادی دست کم 834 تن را اعدام کرد که بالاترین میزان از سال 2015 به شمار می رود. این اعدام ها که اخیراً بیشتر با طناب دار صورت گرفته نسبت به سال 2022 که 582 اعدام انجام شد 43% رشد نشان می دهد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام در گزارش مشترکی که در هفته جاری منتشر کردند میگویند اعدام بیش از 800 تن در ایران طی یک سال بالاترین رقم از سال 2015 تا کنون محسوب می شود. در آن سال دست کم 972 تن اعدام شدند. این دو گروه حقوق بشری جمهوری اسلامی را متهم کردند که از مجازات اعدام برای گسترش ترس در جامعه به دنبال اعتراضات گسترده‌ای بهره می‌گیرد که در سال 1401 بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داده است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه با بکارگیری لحنی تکراری و قابل پیشبینی حضور پرشور مردم را در انتخابات اخیر ستود. برخی روزنامه‌ها در ایران به تحریم گسترده انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ثبت کمترین میزان مشارکت شهروندان در تاریخ جمهوری اسلامی پرداختند. علی خامنه ای بی اعتنا به تحریم گسترده انتخابات از سوی مخالفان مشارکت مردم در رأی گیری اخیر را جهاد و حماسه خواند. او گفت مردم با حضور خودشان در پای صندوق ها در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه آمیزی را انجام دادند. بنابراین این یک جهاد بود. رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات خصمانه دانسته و آنها را به مخالفت با اسلام متهم کرده بود. رسانه‌های ایران از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه در مقیاس ریشتر در نزدیکی فنوج در جنوب غربی استان سیستان و بلوچستان در صبح سه‌شنبه خبر دادند. حسن مصفا معاون امداد و نجات هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت
با توجه به اینکه زمین لرزه در عمق 80 کیلومتری زمین رخ داده، تا کنون خسارت و آسیبی گزارش نشده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا بزرگی این زمین لرزه را 5.4 درجه و در عمق 35 کیلومتری زمین ثبت کرده است. صدیقه بسمقی، اسلام پژوه و فعال سیاسی، میگوید که دادسرای اوین او را احضار کرده است. خانم بسمقی در یک پست اینستاگرامی نوشت که در احضاریه ذکر نشده که اتهامم چیست و شاکی پرونده کیست. وی افزود: من اطلاعی در این مورد ندارم و این احضاریه به صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی ندارد. خانم بسمقی میگوید در بر اساس احضاریه باید ظرف 5 روز به بازپرسی در دادسرای اوین مراجعه کند، در غیر این صورت او را جلب خواهند کرد. این فعال سیاسی و عضو اولین دوره شورای شهر تهران آبان ماه امسال ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. مجتبی پروین، برادر مرتضی پروین، فعال آذربایجانی زندانی در اوین، حال او را وخیم اعلام کرد. به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب، برادر این زندانی سیاسی در یک فایل ویدیویی گفت که مرتضی پروین تا یه تماس کوتاهی از انتقالش به بهداری زندان اوین خبر داد. بر این اساس و به گفته برادر این فعال زندانی آذربایجانی، او در پی اعتصاب غذای چند روزه با افت فشار خون و بیهوشی مواجه شده است. مرتضی پروین، هنرمند و فعال آذربایجانی، روز 17 بهمن ماه در اردبیل بازداشت شد و بعد از انتقال به بند 209 زندان اوین در تهران اعتصاب غذا کرد. نزدیکان این فعال زندانی هم به آداب گفتند که علت اعتصاب غذای مرتضی پروین عدم تطابق اتهامات سنگین وارده با فعالیت‌های وی است. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در ادامه روند صعودی روزهای اخیر به 61 هزار تومان رسید. بر اساس گزارش‌ها از صرافی‌های تهران، در معاملات صبح سه‌شنبه 15 اسفند ماه قیمت سکه طلای تمام هم با رشد حدود 1 میلیون تومانی نسبت به دوشنبه تا 36,400,000 تومان افزایش یافت. تلاطم در بازار ارز ایران بعد از انتخابات اخیر افزایش یافته است. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد که در پیگرد فردی به نام مجید دستجانی فراهانی است. دفتر FBI در ایالت میامی در اطلاعیه خود با نشر تصویر و مشخصات فراهانی او را تبعی ایران و 41 ساله معرفی کرده است. آنگونه که FBI اعلام کرده، دستجانی فراهانی به دلیل استخدام افرادی برای اجرای یک عملیات مرگبار در خاک ایالات متحده تحت تعقیب است. بر این مبنا هدف از تحریزی این عملیات ها انتقام گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه بوده است. پلیس فدرال آمریکا میگوید مجید دستشانی فراهانی در رابطه با جذب افراد برای عملیات گوناگون در ایالات متحده، از جمله هدفگیری مرگبار مقامات کنونی و پیشین دولت ایالات متحده، تحت پیگرد برای بازجویی است. در گزارش FBI همچنین آمده که فراهانی افرادی را برای زیر نظر گرفتن اماکن مذهبی، کسب و کار و سایر تأسیسات در ایالات متحده جذب کرده است. پلیس فدرال آمریکا همچنین این گمان را دارد که فعالیت‌های فراهانی برای وزارت اطلاعات ایران یا از طرف آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. گفته می‌شود که این فرد به زبان‌های فارسی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی آگاه است. طبق اطلاعیه FBI، این مأمور اطلاعات جمهوری اسلامی علاوه بر ایران با ونزوئلا هم ارتباط دارد و ممکن است که از آن کشور هم دیدار کند. FBI در اطلاعیه خود از شهروندان خواسته که در صورت داشتن اطلاعاتی در مورد مجید دستشانی فراهانی با این نهاد تماس بگیرند. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود.
فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. ارتش اسرائیل می گوید یک تونل زیرزمینی را در نوار غزه تخریب کرده است که بزرگترین تونل کشف شده حماس تا کنون به شمار می رود. این تونل که حدود 2.5 ماه پیش کشف شد دارای شاخه های متعددی است و ارتش اسرائیل تخریب آن را هفته گذشته انجام داده است. ویدیویی که از توی ارتش اسرائیل منتشر شده حاوی تصاویری از انفجار تونل است. در بخش های از این تونل هم نیروهای اسرائیلی بتون می ریزند تا آن را مسدود کنند. بنا به داده های ارتش اسرائیل تونل تخریب شده در 50 متری عمق زمین قرار داشت. بیش از 4 کیلومتر طول آن بود و با خودرو هم میشد در آن تردد کرد. محل این تونل در 400 متری یکی از گذرگاه‌های میان غزه و اسرائیل قرار داشت. تدرس آتانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه مرگ چند کودک در اثر گرسنگی در 2 بیمارستان در شمال غزه را تایید کرد. به گفته این مقام سازمان ملل، گروهی از مددکاران سازمان بهداشت جهانی در دیدار از 2 بیمارستان با صحنه‌های دلخراش از مرگ کودکان در اثر گرسنگی مواجه شدند. این نخستین دیدار ماموران سازمان از 2 بیمارستان از اوایل اکتبر 2023 به این سو بوده است. به گفته تدرس آتانوم، به رغم تلاش‌های سازمان بهداشت جهانی، دسترسی بیشتر به شمال غزه تاکنون میسر نشده بود. به گفته آقای آتانوم، نبود غذا و مواد خوراکی به مرگ 10 کودک منجر شده است. بیشتر وزارت بهداشت غزه زیر نظر حماس از مرگ دست کم 16 کودک در اثر سوء تغذیه و گرسنگی خبر داده بود. گزارش سازمان ملل متحد درباره شواهد روشن از خشونت جنسی و تجاوز جنسی از سوی اعضای حماس علیه قربانیان اسرائیلی در جریان حمله این گروه افراطی به اسرائیل با استقبال رهبران اسرائیل روبرو شد. با این حال وزیر خارجه اسرائیل همزمان دبیرکل سازمان ملل را به لوس کردن همین گزارش متهم کرد. گزارش تهیه شده از توی پرامیلا پاتن، نماینده ویژه اعزامی سازمان ملل در امور خشونت جنسی در نزاع‌های جهانی روز دوشنبه 14 اسفند ماه در سازمان ملل انتشار یافت. این گزارش حاکی است که شواهد و مستنداتی وجود دارد که احتمالاً اعضای حماس در حمله به اسرائیل در روز 15 مهر ماه مرتکب خشونت جنسی شدند و این خشونت علیه گروگان‌های اسرائیلی که این گروه همچنان در غزه دارد ادامه یافته است.
گزارش خانم پاتون بعد از سفر او به همراه یک تیم به اسرائیل تهیه شد. گزارش تاکید کرده که دلایل منطقی وجود دارد که باور کرد خشونت جنسی در چند منطقه در جریان حمله اعضای حماس علیه اسرائیلی ها رخ داده. گزارش سازمان ملل اکثر قربانیان تجاوز از سوی مردان حماس را زنان اسرائیلی معرفی و تاکید کرده که دست کم در دو مورد زنان اسرائیلی که کشته شدند ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. گزارش بر مسله کردن آلت جنسی زنان و برهنه بودن اجساد تاکید کرده است. ارتش اوکراین روز سه‌شنبه در دو حمله جداگانه یک ناو جنگی روسیه و یک انبار دپوی سوخت این کشور را هدف قرار داد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اوکراین که نیروهایش ماه‌هاست در جبهه زمینی با کمبود سلاح و پیشروی روبروست، اکنون تلاش می‌کند که در دریا و آسمان نیروهای خود را به رخ بکشد. روز سه‌شنبه ارتش اوکراین رسماً اعلام کرد که یک ناو گشتزنی روسیه به نام سرگئی کوتوف در دریای سیاه در نزدیکی منطقه کریمه را منهدم کرده است، در حالی که هنوز حکومت روسیه به این حمله مخرب واکنشی نشان نداده. خبرگزاری ها به نقل از کانال های تلگرامی نزدیک ارتش روسیه نوشتند که کیف در این حمله موفق بوده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران روز دوشنبه 14 اسفند ماه ادامه یافت و شورشیان حوثی 3 موشک بالستیک به سوی کشتی‌های عبوری شلیک کردند. بنا به اطلاعیه سنتکام، حوثی‌ها ساعت 2:15 بامداد دوشنبه یک موشک بالستیک ضد کشتی به جنوب دریای سرخ شلیک کردند، اما این موشک به آب برخورد کرد و خسارتی به کشتی‌ها نرسید. همچنین بنا به این گزارش، بعد از ظهر دوشنبه هم حوثی‌های مورد حمایت ایران 2 موشک بالستیک ضد کشتی به سمت یک کشتی کانتینری متعلق به سوئیس که با پرچم لیبریا حرکت می‌کرد شلیک کردند. یکی از موشک‌ها به کشتی اصابت کرد و باعث آسیب دیدگی شد، اما به نوشته سنتکام کسی آسیب ندید و کشتی بدون درخواست کمک به مسیر خود ادامه داد. ارتش آمریکا همچنین خبر داده که 2 موشک کروز حوثی‌ها را که تهدیدی قریب الوقوع بودند هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی که روز سه‌شنبه منتشر شد، چین در سال جاری میلادی بودجه نظامیش را 7.2% افزایش می‌دهد و همزمان موضع خود را در مورد تایوان سخت‌تر خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بودجه نظامی چین تا یک دهه زمامداری شی جین پینگ دو برابر شده و افزایش رقم آن در سال جاری بالاتر از پیشبینی ها برای رشد اقتصادی این کشور است. چین همزمان با انتشار آمارهای نظامی خود به طور رسمی زبان گزنده تری را در ارتباط با تایوان در پیش گرفته است و در گزارش کاری نخست وزیر لی جیانگ به نشست افتتاحیه کنگره ملی خلق در روز سه‌شنبه عبارت اتحاد مسالمت‌آمیز را کنار گذاشت. تنش‌ها بر سر تایوان که دارای حکومت دموکراتیک است در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. چین بر این جزیره و همچنین نقاط دیگری در جنوب شرقی آسیا ادعای مالکیت دارد. در آستانه انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در 15 ایالت معروف به سه‌شنبه بزرگ، دیوان عالی آمریکا حکم دیوان عالی ایالت کلرادو درباره ممنوعیت نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات این ایالت را نقض کرد. به این ترتیب رئیس جمهور پیشین آمریکا میتواند روز سه‌شنبه در ایالت کلرادو و 14 ایالت دیگر به مصاف نیکی هیلی تنها رقیب باقی مانده‌اش در میان جمهوری خواهان برود. رسانه‌های ترکیه از بازداشت 7 تن در این کشور به ضمن فروش اطلاعات به سازمان موساد اسرائیل خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، یکی از مضمونین بازداشت شده یک کارگاه خصوصی مشهور و از چهره‌های رسانه‌ای ترکیه بوده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی و روزنامه دیلی صباح، در عملیات مشترک سازمان اطلاعات ترکیه موسوم به میت و پلیس این کشور، 7 تن شامل تورهان ایبرک، کارمند سابق میت و از چهره‌های رسانه‌ای بازداشت شد. بازداشت‌ها در استانبول انجام شده است. این گزارش حاکی است که آقای ایبرک
گروهی را با مشارکت کارمندان دولت ترکیه تشکیل داده بود تا درباره افراد و شرکت‌هایی از خاورمیانه که در ترکیه فعال هستند اطلاعات گردآوری کرده و در اختیار موساد بگذارد. آقای اربک و گروه او به تهدید و تعقیب افراد هم متهم هستند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها رو دنبال میکنیم. در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان، رضا صادقی خواننده ضمن دفاع از حضور نوازندگان زن در کنسرت‌ها از آقای قربانی اعلام حمایت کرد. مصاحبه رضا صادقی در روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه و یک روز بعد از آن منتشر شد که او در تهران کنسرتی اختصاصی برای کودکان کار و با حضور نوازندگان زن برگزار کرد. این در حالی است که کنسرت علیرضا قربانی که قرار بود در همان زمان شامگاه دوشنبه 14 اسفند ماه با مجوز وزارت ارشاد در شهر اصفهان برگزار شود، تنها ساعتی پیش از آغاز کنسرت لغو شد. در روزهای گذشته خبرهایی درباره احتمال لغو این کنسرت به دلیل حضور نوازندگان زن منتشر شده بود. رضا صادقی با تاکید بر اهمیت هنر و حضور زنان روی صحنه در مصاحبه خود با خبرگزاری ایسنا گفت: درود به شرف علیرضا قربانی که پای عهدی که با نوازنده های خود بسته بود ماند. او ادامه داد: حضور همه نوازنده ها به خصوص نوازنده های خانم روی صحنه باید در همه اتفاقات خیلی ویژه باشد. نباید هیچ بهانه‌ای برای حذف آنها باشد که هنر و حضورشان از روی صحنه حذف شود. علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به حضور افراد ترانس در محدوده پارک دانشجو
گفت لزومی ندارد که این افراد در پرترددترین چهار راه کشور حضور داشته باشند. نادعلی دوشنبه 14 اسفند ماه در نشست خبری خود گفت البته ما نمی‌خواهیم صورت مسئله را پاک کنیم و قطعاً باید جای دیگری را برای این افراد در نظر بگیریم، اما لزومی ندارد که این افراد در مکانی پرتردد حضور داشته باشند. مخالفت شورای شهر تهران با حضور افراد کویر در محدوده پارک دانشجو و تئاتر شهر در حالی صورت می‌گیرد که این پارک برای دهه‌ها مشهورترین کانون رفت آمد و حضور افراد کویر در کشور بوده است، در حالی که بسیاری از افراد کویر در ایران در خانواده‌های خود با خطر جنایت‌های ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی هم در خطر اعدام و سایر روش‌های قصاص قرار دارند. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.